از ماه اوت تا کنون بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان اقلیت روهینگیا وارد بنگلادش شدند. حدود 1 میلیون نفر از این افراد در یکی از فقیرترین کشورهای دنیا زندگی می کنند. یونیسف می گوید که 60% این پناهجویان را کودکان تشکیل می دهند. اکثر این کودکان دچار سوء تغذیه هستند. نواری باریک به پهنای چند متر و هزاران مسلمان روهینگیا که در انتظار ورود به اردوگاه‌های پناهجویان در بنگلادش هستند. این چهارمین بار است که سیل پناهندگان به گذرگاه مرزی آنجومان پارا سرازیر می شود. تا کنون 35,000 نفر از اینجا وارد بنگلادش شدند. سربازان ارتش میانمار خانه پدرم را آتش زدند. پدر مادرم داخل خانه بودند و زنده زنده سوختند. نظامیان همه دار و ندارمون را با خودشان بردند. برای عبور و مرور محدودیت وضع کردند. برای کار و خروج از منزل بعد از ساعت 6 عصر نیاز به مجوز کار داشتیم. اول گاوهایمان را بردند و بعد همه چیزمان را. سیل انبوه پناهجویان برای ورود به بنگلادش از رودخانه مرزی نف عبور می کند. سازمان‌های غیردولتی برای رویارویی با این افراد استراتژی‌هایشان را تقویت کردند. به محض عبور پناهجویان از مرز، تیم‌های سیار سازمان‌های غیردولتی با آب و غذا به کمک پناهجویان می‌شتابند. هجوم انبوه پناهجویان منجر به احداث اردوگاه‌های جدید شده. اردوگاه پرازدحام کوتوپالونگ در حال حاضر پذیرای حدود 460 هزار پناهجوست. کمیسر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا از این اردوگاه دیدن کرده. او میگوید برای کمک‌های اضطراری نیاز به راه حل سیاسی هست. باید دولت میانمار را متقاعد کنیم که با ما درباره حقوق بشر به گفتگو بنشیند. موضوع بر سر دین نیست، بلکه پای حقوق انسانی در میان است. حقوق بنیادی هر فرد. من با نظر آقای گوترش دبیر کل سازمان موافقم که پاکسازی قومی تنها توصیفی است که می توان برای این وضعیت به کار برد. رفیکا 2 ماه پیش وارد اردوگاه کوتوپالونگ شده است. پدر و مادرش در میانمار در حال فرار از دهکدهشان کشته شدند. در حال حاضر مادر بزرگ رفیکا از او مراقبت می کند. آنها را در مرکز سازمان جهانی مقابله با گرسنگی ملاقات می‌کنیم. وقتی اینجا آمدم خیلی خیلی گرسنه بودم. اولین وعده غذا را که خوردم حالم بهتر شد. در این 7 روزی که در راه بودم تا به بنگلادش برسم هیچ چیز نخورده بودم. از ماه اوت تا کنون سازمان جهانی مقابله با گرسنگی کار تأمین غذای پناهجویان را بر عهده دارد. زنان باردار و شیرده هم به مرکز این سازمان می آیند. آشپزخانه این سازمان روزانه 50,000 وعده غذایی آماده می کند که 7,000 غذا در داخل این مرکز به مصرف می رسد و بقیه به سایر پناهگاه‌های موقت اطراف ارسال می شود. پناهجویان روزانه چه غذایی می‌خورند؟ هر روز پناهجویان غذای گرم می‌خورند. این یک غذای سنتی است که کیچاری نام دارد. خیلی مغذی است. با دستور عمل ملی دولت بنگلادش برای مبارزه با سوء تغذیه حاد تهیه شده است. کمک‌های بشردوستانه در این مرکز در همه زمینه‌ها وجود دارد. روزانه 70,000 لیتر آب برای پناهجویانی فرستاده می شود که در اردوگاه‌های اطراف هستند و به آب دسترسی ندارند. طبق آمار یونیسف 21% از کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه رنج می برند. به رغم کمک‌هایی که وجود دارد، وضعیت تغذیه این کودکان نسبت به سال گذشته بدتر شده. روزانه بیش از 100 کودک را فقط به این مرکز می آورند تا وضعیت تغذیه‌شان بررسی شود. علاوه بر این وضعیت کودکان زیر 5 سال را زیر نظر داریم. تیم‌های سیار ما به سراغ آنها می روند. این کودکان در چه وضعیتی هستند؟ بیشتر کودکانی که اینجا می‌بینیم دچار سوء تغذیه متوسط تا حاد هستند. آثار رنج از چهره‌هایشان می‌بارد. مثلا این کودک؟
بله، مبتلا به سوء تغذیه حاد است. اکثر کودکان پناهجو که به بنگلادش می آیند از نظر روانی آسیب دیدند و تلاش می کنند خودشان را با زندگی جدید تطبیق دهند. در حال حاضر به وضعیت بیش از 100 کودک در اینجا رسیدگی می شود. با آنها مشاوره فردی می دهیم و جلسات گروهی هم برگزار می کنیم تا بتوانند با این شرایط مقابله کنند. سازمان‌های غیر دولتی اجازه ورود به ایالت شمالی راخین را ندارند. کمیسر اروپا ماه می گذشته توانست برای اولین بار به آنجا برود. از او می‌پرسیم چه دیده؟ Definitely painful experience to assess the situation on the ground and to see that مسلماً ارزیابی وضعیت بسیار مشکل و دردآور است. متوجه شدم که وضعیت یک دست نیست. بین جوامع مختلف محلی ارتباط برقرار نیست و این مشکل بزرگی برای فرایند آشتی و رسیدن به آرامش است. رفیکا و مادر بزرگش به خانهشان در اردوگاه موقت کتوپالونگ باز می‌گردند. اعدام، زندان و شکنجه. سازمان ملل میگوید اینها بخشی از اقدامات خشونت‌آمیزی است که علیه مسلمانان روهینگیا اعمال می‌شود. در 2-3 سال گذشته شکنجه‌ها خشن‌تر شده و مثل این است که در زندان باشیم. هیچ جا نمی‌توانستیم برویم. زن‌ها را شکنجه و به آنها تجاوز می‌کردند. بچه‌ها را می‌کشند. اینها را با چشم خودم دیدم. هیچ آزادی نداشتیم و به همین دلیل به بنگلادش آمدم. که از جنگ و خشونت فرار کنم. برای توقف سیل پناهجویان روهینگیا به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، بنگلادش و میانمار توافق کردند که در بازگشت پناهجویان به خانه هایشان همکاری کنند. اتحادیه اروپا هم از این سیاست حمایت می‌کند. مشکلات زیادی بر سر راه بازگشت اقلیت روهینگیا به خانه هایشان وجود دارد. اما اتحادیه اروپا خواهان این بازگشت است. چون تنها راه رسیدن به وضعیتی صلح‌آمیز در ایالت راخین همین است. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که پناهجویانی مثل رفیکا پس از بازگشت به میانمار مجبور شوند به اردوگاه‌های خاصی بروند.